سلام، به خبرهای این ساعت از طلوع و طلوع نیوز خوش آمدید. سر خط خبرها، افغانستان 14 سال پس از حمله 11 سپتامبر هنوز هم میدان نبرد. 14 سال پیش از امروز به پیشینه‌ترین حمله هراس افغانانه در تاریخ آمریکا رقم خورد. امنیتی ما، مشکلات ما حل نشده، گرفتاری های بسیار زیادی داریم. پیامدهایی به افغانستان هنوز نتونست امنیت و آرامش به وجود بیاره. اطمینان ناتو به حکومت افغانستان، امریکا و متحدانش مردم افغانستان را تا رسیدن به صلح و آرامش تنها نمیگذارد. As we conduct our mission here in Afghanistan. چنانچه ما و شما ماموریتمان را در افغانستان برا انداختیم و دنبال منافع حیاتی ملی ما هستیم. اکنون بسیار مهم است تا انعکاس بدهیم که با کدام علتها ما به افغانستان آمده ایم و دستاوردهایمان چی بودند و خودمان را در برابر آن چی به پیش رو داریم نیرومندتر سازیم. بانک توسعه اسلامی آماده افزایش کمک های مالی به افغانستان برای رشد اقتصادی و کشاورزی. این کمک ها تا 4 سال برای افغانستان پرداخته می شود. موږ غواړو چې د زراعت د پراختیا په باره کې نه یوازې چې د زراعت پراختیا وشي، بلکې د زراعت په څنګ کې ځینې صنایع باید جوړ شي. و صف آرایی طلای پوشان در برابر د میوند اتلان. شاهین آسمایی در ادامه لیگ برتر فوتبال افغانستان روشن به پیروزی رسید. من فواد امان هستم. در آغاز هم یک خبر تازه. از اثر واژگون شدن یک کرن ماشین ساختمانی در مکه در مسجد الحرام 62 تن کشته شدند و 30 تن دیگر زخم برداشتند. رسانه های عربستان سعودی گزارش می دهند که علت سقوط این ماشین ساختمانی بر گوشه از سقف مسجد باران و طوفان شدید گفته شده است. احتمال می رود که شمار قربانیان این رویداد افزایش یابد. در 14 سال پسین افغانستان دستاوردهای بزرگی داشته است. آگاهان دستاوردهای افغانستان را پس از حمله 11 سپتامبر چشمگیر می دانند. اما از شکنندگی این دستاوردها نیز هشدار می دهند. به باور این آگاهان تا اکنون مسئولیت جامعه جهانی در برابر افغانستان پایان نیافته و هنوز هم خطرهای بزرگ این کشور را تهدید می کنند. تصویر امروز کابل با این نگاه نمی توانست دستاوردهای بزرگ افغانستان در 14 سال گذشته چشم پوشی کرد. اگر همه چیز در افغانستان تغییر کرده است، صاحب نداشته های زیاده شده است، کشوری نیست که 14 سال پیش بود، مثل این نمای کابل که تفاوت را نشان می دهد. هرچند شهری بود ویرانه، زخم های زیادی برپای کرش داشت، مردمانش نیست، به همین گونه. به میان آمدن اداره های موقت و انتقالی، به میان آمدن پارلمان، تصویب قانون اساسی، برگزاری 3 دور انتخابات ریاست جمهوری و 2 دور پارلمانی، داشتن 352 هزار نظامی از دستاوردهای مهم و این کار ناپذیر افغانستان هستند. پخوا قانون اساسی ندارده. من گفتم قانون اساسی خواندران شلو من به دغه نظام که د ټول افغانانو ژوند محفوظ شله، د افغانانو یو امید پیدا شله. هغه ناامیدی چې پخوا افغانان درلوده هغه له میزه لاړله. در هنگام رژیم طالبان زنان و دختران از رفتن به مکتب محروم بودند و نیز اجازه گرفتن به وظیفه را نداشتند. یک طالب با یک تازیان امنیت را در منطقه تامین می کرد. اکنون چنین نیست. شهروندان افغانستان از آزادی ها و حق یکسانی برخوردار هستند. در مقایسه با حکومت طالبان آزادی های فردی را به شمول آزادی های که برای زنان افغانستان داده شد، آزادی که برای ابراز نظر و بیان داده شد، آزادی که برای رسانه ها داده شد، اینا در منطقه تقریبا میشه گفت در مقایسه با یک دوره سیاه و تاریخ دوران طالبان بی‌نظیر بود. در این مدت میلیاردها دلار از کمک های جامعه جهانی در افغانستان سرازیر شد، اما با آن گونه که انتظار میرفت افغانستان رشد نکرد. دستاوردهای 14 سال پسین هم شکننده پنداشته میشوند. ما بر فردا هیچ نوع دستاورد تضمین شده نداریم. نه ما یک نظام ثابت داریم، نه ما امنیت خوب داریم، نه اقتصاد خوب داریم و نه هم وضعیت خوب داریم که مردم اعتماد کنه در داخل افغانستان زندگی بکنه. افغانستان که در زمان مجاهدین درگیر جنگ های داخلی بود، طالبان در گستره این سرزمین پرفریده شدند. اما پس از حمله 11 سپتامبر به یک بارگی دگرگون شد. افغانستان چهره تازه ای گرفت، جهان برای همراهی متحد شد.
برای بحث بیشتر در این باره دکتر روح الله امین استاد دانشگاه اینجا با ما هستند. بسیار خوش آمدین آقای امین. مردم از حضور 13 ساله آمریکا در افغانستان بیشتر از این انتظار داشتند. مردم توقع و انتظارشان این بود تا با آمدن آمریکا و جامعه جهانی در افغانستان امنیت و آرامش داشته باشند، اقتصاد پایدار داشته باشند و دموکراسی و حقوق بشری به گونه درستش در افغانستان تامین شود. اما همه چیز برخلاف انتظارها و خوشبینی ها رقم خورد. فکر میکنین که مشکل در کجاست و چرا این گونه باید باشد؟ بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت شما، همکارانتان و بیننده های محترم تلویزیون. باید عرض بکنم که بله، حادثه سپتامبر، حادثه 11 سپتامبر 2001 یک تحولات بسیار کلانی را در جهان ایجاد کرد و افغانستان یک آغاز بسیار خوبی بود برای یک تحول متفاوت در منطقه و در دنیا. و کار بزرگتری که 11 سپتامبر کرد این بود که امی مفاهیم جایش تعویض کرد، توقعات متفاوتی به وجود آورد در هر دو طرف. ولیکن ای که در افغانستان چرا نتایجی را که توقع می رفت نداد، ای را باید عرض بکنم که اونا به خاطر افغانستان به افغانستان نیامدن. آجندایی که امریکا را به افغانستان کشان مسئله امنیت داخلی خودش بود. بنان اولین توقعی که خودش از حضورش در افغانستان داشتی بود که جنگ امریکا را در داخل افغانستان داشته باشد. دشمنان امریکا را در یک خاک دیگه با زیانهای جنگی و زیانهای جانبی که برای یک کشور میزبان جنگ می داشته باشد ادامه بده. به این خاطر ای امتیاز کشور قدرتمند است که بیرون از مرزهای خود و هرچی دورتر از مرزهای خود جنگ خود برپا بکنه. به این خاطر بله، یک مقدار توقعاتی هم برای ما ایجاد کرد و در کنار از او یک پتانسیلی برای تغییر در افغانستان ایجاد کرد. ولی این که چرا نتیجه نداد، عوامل بسیار بسیار عدیده ای داره. که تعداد بسیار زیادی از وا نه فقط به نیروهایی که وارد شدن، نیروهای امریکا، ناتو و غیره، بلکه به عهده خود ما افغاناست و نباید ایره ما دست کم بگیریم. اما امریکا با مو هدف اصلی خودش تأمین امنیت شهروندان ایالات متحده امریکا هم ظاهرا دیده میشه نرسیده. بیشتر از پیش امنیت افغانستان تهدید شده و همچنان در منطقه گروه های تازه هراس افغان ظهور کرده و در حال شکل گیری هستند و هنوز هم سر و صداها و انتقادها از امریکا بلند میشه که افغانستان میتونه بار دیگر حمله 11 سپتامبر دیگر را تکرار کنه. ای که تروریسم بیشتر پا گرفت، بیشتر قوت گرفت، بیشتر نیرومند شد، در یک شکی نیست. ای یک به اصطلاح نتیجه ناخواسته ای جنگا بود و دلیلش مدیریت غلط جنگ است که پیش از اینکه جنگ در افغانستان تمام شود، جنگ دیگه در عراق شروع شد و توجهی که امریکا مبذول کرد به نقطه دیگه از دنیا و به گونه منتشر ساخت تمام منابعی را که باید اختصاص میداد برای حل کردن از این مشکل. و اما ایره باید عرض بکنم که به تعدادی از او اهداف دست یافت امریکا. ای امنیت داخلی امریکا وقتی میگیم ما میشنویم که در اونجا یک کسی فایر میکنه، یک کسی کشته میشه. مثلا به چی هدف دست یافت امریکا در افغانستان؟ اگر شبکه القاعده را نابود ساخته، شبکه خطرناکتر از او، گروه داعش در حال شکل گیری در منطقه، در جهان و ویژه در افغانستان است. بله، امنیت امریکا، امنیتی که فعلا در اخبار میبینین که در امریکا ناامنی است، آدما کشته میشن، او از تروریسم نیست، بیشتر از اون از امنیت داخلی امریکا است که مشکلات سلاح وجود داره و غیره. و اما در اینجا بله، یک بحث بسیار کلانی در داخل خود امریکا است که ما واقعا اهداف جنگ ما چی بود و آیا به اهداف رسیدیم یا نه. بله، ترور کاملا یک مفهوم متحول دیگه شد و او تروری که امریکا به خاطر جنگیدن با او در اینجا آمد. القاعده درست است که از افغانستان بیرون رفت، ولی نیروهای بسیار مخوفتر از القاعده به وجود آمد و امروز امنیت جهان تهدید میکنه. از این جهت وقتی ببینیم، ما همونطوری که عرض کردم در اول، است که مفهوم کلمه امنیت تغییر کرد. وقتی ما میگیم امنیت، دو طرف یا چند طرف مطرح میشه که امنیت کی. واقعا در شهر کابل مثلا اگر شما ببینین، امنیت کسایی که در داخل دیوارهای کانکریتی هستند یا امنیت کسانی که در بیرون دیوارهای کانکریتی هستند. امریکا به خاطر تامین امنیت شهروندان افغانستان اینجا حضور نداره، بل میخواه امنیت شهروندان خودش را تامین کنه. اولویت اولیش امنیت امریکا و شهروندان امریکا و منافع امریکا در جهان. یک سوال دیگر مطرح میشه، ایالات متحده امریکا در سال 2001 در مدت یک ماه توانست رژیم طالبان با اون همه قدرت و گستردگیش نابود بسازه، اما چرا حالا چنین یک اقدام در برابر گروه های هراس افغان در افغانستان انجام نمیده؟ اولی که وقتی بگویم امریکا نظام طالبان در یک ماه سقوط داد، این جریان متفاوتی است. من فکر میکنم امریکا یک جنگ رویارو با طالبان نداشت، بم انداخت، ولیکن طالبان
به اصطلاح او مبنای مردمی نداشتن، یک نیروی بودن که تحمیل شده بودن بر جامعه، به این خاطر بسیار شکننده بودن، به این خاطر شکستاندن یک اما همین طالب هنوز هم چالش بسیار جدی سر راه سیاست های امریکا در افغانستان به حساب می روند و حکومت افغانستان هر روز تهدید می کند. طالب هنوز به عنوان یک چالش مطرح است، به خاطر از اینکه از سال 2002 تا سال 2007 ما او را کاملا فراموش کردیم، برش فرصت دادیم که او دوباره خود منسجم بسازد، دوباره ریگروپ بکنه، دوباره تنظیم بکنه خود، دوباره تقویت بکنه و بسیار کوتاه بگین امریکا برنده حمله 11 سپتامبر در افغانستان است و یا بازنده ایش؟ از اهدافی را که در اول اعلان کرده بود به تعدادی از اونا دست یافت، ولی نتایجی را که توقع داشت تعداد زیاد از اونا را دست نیافته و مشکلات کلانتر از اون چیزی که در 2001 عنوان می شد امروز سر راه. پس پیامدهای منفی حضور امریکا در افغانستان سنگین تر از پیامدهای مثبتش هم برای شهروندان افغانستان است، هم برای شهروندان آمریکایی. در مجموع ما فکر میکنم که خوبیای زیادی هم داشته، ما دستاوردهای بسیار کلانی هم داشتیم، از لحاظ امنیتی و تمام اهداف اگر دست نیافتیم فکر میکنم این مسئولیتی است که تمام ملت ها میتونن شریکش کنند، به خصوص ما دکتر روح‌الله امین استاد دانشگاه. سپاس از حضورتان. در شما ادامه خبرها. فرمانده ماموریت حمایت قاده نیروهای خارجی در افغانستان بر ادامه پشتیبانی ناتو از افغانستان تاکید می‌ورزد. جنرال جان کمپل که در مراسم یادبود از 14مین سالروز حملات 11 سپتامبر در کابل سخن می‌زد، می‌گوید که ایالات متحده آمریکا و متحدانش مردم افغانستان را برای دست یافتن به یک آینده باثبات تنها نخواهد گذاشت. از 14مین سال روز حمله های 11 سپتامبر به روز جمعه در کابل یادبود شد. در این مراسم یادبود از قربانیان که فرمانده ماموریت حمایت قاطی نیروهای خارجی در افغانستان حضور داشت، فداکاری های سربازان ناتو را در پیکار با هراس افغانی ستودنی می داند. As we conduct our mission here in Afghanistan. چنانچه ما و شما ماموریتمان را در افغانستان برای انداختیم و دنبال منافع حیاتی ملی مان هستیم. اکنون بسیار مهم است تا انعکاس بدهیم که با کدام علتها ما به افغانستان آمده ایم و دستاوردهای من چی بودند و خودمان را در برابر آن چی به پیش رو داریم نیرومندتر سازیم. در همین حال شما را از آگاهان به این باورند که با گذشت 14 سال از نبرد نیروهای ائتلاف بر رهبری آمریکا در برابر هراس افغانان در افغانستان، هنوز هم این کشور با چالش‌های امنیتی روبرو است. به گونه عمومی چنان که از اوضاع افغانستان دیده می شود، شمار از جوانان از این کشور فرار می کنند و وضعیت اقتصادی افغانستان هم پایدار نیست. حملات 11 سپتامبر که نزدیک به 3000 کشته بر جا گذاشتند، پس از این حمله ها تحولات جدی در جهان رونما شد. ادامه خبرها را پس از وقفه کوتاه دنبال می کنیم. اما پیش از آن دیدار تیم های فوتبال شاهین آسمایی و دمایوند اتلان در ادامه لیگ برتر افغانستان روشن. با ادامه خبرها خوش آمده. طلای پوشان پایتخت در برابر دمایوند اتلان و پیروزی دست یافتند. تیم‌های فوتبال شاهین آسمایی و دمایوند اتلان در دیدار حساس به مسافه هم رفتند که در پایان با برتری 1-0 شاهین آسمایی به پایان رسید. تنها گل این دیدار را سمیع‌الله محمدی در دقیقه 9 از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند. شاهین آسمایی با این پیروزی 6 امتیازی شد و بعد جدول با صدر جدول گروه دوم صعود کرد و همچنان جواز حضور در مرحله نیمه پایانی این رقابت ها را به دست آورد. ورزشگاه مملو از تماشاگران، دیدار حساس تیم های شاهین آسمایی و دمایوند اتلان در حضور پرشور هواداران دو تیم در ورزشگاه فدراسیون فوتبال برگزار شد. بازی را دمایوند اتلان آغاز کردند و از همان آغاز حملاتشان را روی دروازه شاهین تدارک دیدند. در دقیقه پنجم سید باقر میرسلیمی شوتی را به سمت دروازه شاهین زد که حشمت الله یوسف زی به خوبی آن را مهار کرد. در دقیقه نهم بازیکن شاهین آسمایی با یک حرکت تیمی پاس در عمقی را برای بارکزای فرستادند و این بازیکن نیز پاس در عرضی را روی دروازه دمایوند اتلان فرستاد که توپ به دست مدافع دمایوند اتلان برخورد کرد و داور نقطه پنالتی را نشان داد. ضربه پنالتی را سمیع‌الله محمدی بر خلاف حرکت طوفان در درون دروازه دمایوند اتلان قرار داد. پس از این گل حملات دمایوند اتلان افزایش یافت، اما دفاع شاهینی ها
تمام راه‌ها را برای بازیکنان دمیوان اطلان بسته بود. در دقیقه 17 بازی دروازه شاهین تا آستانه باز شدن پیش رفت، اما سید محمد هاشمی توپ را از روی خط دروازه شاهین برگشت داد. در دقیقه 40 اشتباه مدافعان شاهین می رفت که کار دست این تیم بدهد، اما بی‌دقتی مهاجم دمیوان اطلان مانع از ایجاد خطر روی دروازه شاهین شد و نیمه نخست با برتری 1-0 شاهینی ها به پایان رسید. نیمه دوم را بازیکنان شاهین آسمایی بهتر آغاز کردند و در دقیقه 50 از سمت چپ حمله ای را روی دروازه دمیوان اطلان ترتیب دادند و شوت جمیل نصیری پس از برخورد به تیر عمودی دروازه طوفان به بیرون رفت. پس از این حمله نوبت به بازیکنان دمیوان اطلان رسید. حرکت از سمت چپ بازیکن دمیوان اطلان و ارسال توپ روی دروازه شاهین، اما باز هم مانع محکمی چون یوسف زی مانع از باز شدن دروازه شاهین شد. لحظه به لحظه بر حملات دمیوان اطلان افزوده می شد، اما دفاع خوب شاهینی ها مانع از باز شدن دروازه این تیم شد. در دقیقه 70 بازی حشمت الله بارکزی نخستین کارت زرد بازی را دریافت کرد. در دقایق باقی مانده بازی در چند ضد حمله توسط بازیکنان شاهین آسمایی دروازه دمیوان اطلان خطرناک ظاهر شدند و در یکی از آنها مدافع دمیوان اطلان توپ را روی خط دروازه برگشت داد. داور این دیدار 6 دقیقه را وقت اضافه اعلان کرد و در دقیقه 92 در بهترین فرصت برای دمیوان اطلان بار دیگر یوسف زی با واکنش زیبا مانع از باز شدن دروازه شاهین شد و این دیدار با برتری 1-0 طلایی پوشان پایتخت به پایان رسید. تیم ما آمادگی لازم دارد. انشاءالله ما با امید از این داخل میشیم که نتیجه را از آن خود بسازیم که روی 4 تیم مسابقات لیگ برتر روشن شد. نون آخرین فینال بازی ده. مرد خپل فراکوشه که چیره نون بازی مرد وگرتو انشاءالله مرد دیر امیدونه لرو چی کپ بازی مرد. شاهین اسماعیلی کوی تیم و خمون تا سشکال کوی تیم نری سشکال در میوان در تلان تیم کوی دی. انشاءالله بریا با دو پر یو در میوان در تلان و پا گرد شاید. آمدگی خواست به این مسابقه گرفتیم و ما نتیجه کار داریم که تا با 4 تیم بریم و امتیاز ما 6 امتیاز. شاهین آسمایی با این پیروزی 6 امتیازی شد و صعودش به مرحله بعدی این رقابت‌ها را قطعی ساخت. دیده شود تا با پایان یافتن بازی‌های هفته آینده دیگر تیم صعودکننده از این گروه کدام تیم است. تا لحظات دیگر. اطمینان آذربایجان از همکاری‌های ترانزیتی با افغانستان. با ادامه خبرها خوش آمدید. بانک توسعه اسلامی از افزایش کمک‌های این بانک به افغانستان خبر می‌دهد. مسئولان بانک توسعه اسلامی می‌گویند که در همکاری با حکومت افغانستان روی طرح یک برنامه 4 ساله کمک‌های این بانک به افغانستان کار می‌کنند که بر بنیاد آن در سال‌های آینده بانک توسعه آسیایی کمک اسلامی کمک‌های بیشتری را در بخش‌های کشاورزی و زیرساخت‌های افغانستان هزینه خواهد کرد. از سوی هم مسئولان بانک توسعه اسلامی میگویند که اگر حکومت افغانستان از این بانک بخواهد، آنان حاضر به پرداخت قرضه های اسلامی دراز مدت برای بخش توسعه افغانستان هستند. مسئولان بانک توسعه اسلامی در یک گفتگوی ویژه با تولو نیوز میگویند که برای افزایش کمک های این بانک به افغانستان، برنامه 4 ساله را در همکاری با حکومت افغانستان و بر بنیاد اولویت های این کشور میسازند. مو غواره چې د زراعت پرختیا به برکت نه یوازې چې د زراعت پرختیا وشي، بلکې د زراعت پسند کې ځینې صنایع باید جوړ شي چې هغه زراعتي تولیدات باید یو سطح باندې هغه پروسس شي چې بازارو کې د رقابت وشي کولای. از سوی مسئولان این بانک میگویند که در صورت نیاز اگر حکومت افغانستان از بانک توسعه اسلامی درخواست قرضه کند، این بانک حاضر است قرضه های دراز مدت اسلامی را در اختیار حکومت افغانستان قرار دهد. اسلامی اقتصاد باید با افغانستان که یو ډیر مهم رول ولوبوي او د افغانستان په انکشاف او په پراختیا کې باید اقتصادی اسلامی اقتصاد باید استفاده وشي. در همین حال سخنگوی وزارت زراعت با خوشبینی به کمک های تازه بانک توسعه اسلامی در بخش کشاورزی در کشور میگویند که این وزارت برای کمک های بدون بازپرداخت و قرضه های دراز مدت نهادهای مالی نیازمند است. رهبری جدید وزارت زراعت آبیاری و مادری جز از پلان 100 روز نخست خود ایراد داشتند که
راهکارهای مثبت و راهکارهای مفید برای دریافت کمک ها برای دهقین و اعطای قرضه به دهقین و احیای مجدد بانک زراعتی در افغانستان بیابند. بانک توسعه اسلامی از کمک کننده های مهم در بخش توسعه برای کشورهای مسلمان جهان است و این بانک در حال حاضر گذشته از یک مبلغ قرضه پروژه های گوناگون را با ارزش 80 میلیون دلار در افغانستان روی دست دارد. از سوی دیگر آذربایجان از همکاری های لازم برای رسیدن کالاهای افغانستان به بازارهای جهانی خبر داده است. وزارت امور خارجه آذربایجان اعلام کرده است که این کشور با سرمایه گذاری در راه آهن باکو تفلیس و ساخت یک بندر جدید در خاک این کشور زمینه ترانزیت کالاهای بازرگانی افغانستان را به بازارهای جهانی فراهم خواهند ساخت. این در حالی است که گفته می شود افغانستان تلاش دارد برای رسیدن کالاهای ترانزیتی اش از راه زمین به اروپا در همکاری با کشورهای منطقه راه لاجورد را بسازد. ادامه خبرها را در تولو نیوز دنبال کنید. وزارت امور خارجه آذربایجان اعلام کرده است که در بخش‌های ترانزیت کالاهای افغانستان و اتصال افغانستان بر راه‌های آهن این کشور کمک خواهد کرد. گفته می شود که آذربایجان پذیرفته است که برای رسیدن کالاهای بازرگانی افغانستان و بازارهای جهانی حاضر است راه آهن باکو، تفلیس و یک بندر ساحلی را در خاک این کشور بسازد. در این حال وزارت امور خارجه می گوید که همکاری های اقتصادی منطقه‌ای تنها به سود افغانستان نه، بل به سود تمام کشورهای منطقه خواهد بود. آنان می گویند که اگر در بخش ساخت زیربناهای ترانسپورتی در منطقه کار شود، نقش افغانستان به عنوان دهلیز ترانزیتی میان آسیای مرکزی، آسیای جنوبی و کشورهای منطقه برجسته خواهند بود. کاری که تا فعلا انجام پذیرفته موافقت هر دو جانب است و به نفع هر دو کشور تمام میشه. یعنی تنها به افغانستان اونا کدام موضوع خاص را پیش نکردن، بلکه موضوعات به صورت متقابل و در نظر داشت منافع مشترک پیش رفته. باید در قدم اول دولت افغانستان یک مطالعات ابتدایی را به خاطر تطبیق پروژه ها انجام بده. در انجام مطالعات ابتدایی یک موضوع که بسیار نقش مهم داره نقش مدیریت است. باید مدیریت سالم داشته باشد دولت افغانستان تا بتواند که یک مطالعات ابتدایی به خاطر تطبیق این پروژه ها که برای جامعه جهانی تعهدات کرده انجام بده. آگاهان اقتصادی بدین باورند که تا اکنون نیازمندی های اقتصادی افغانستان در چارچوب یک راهبرد ملی اقتصادی گردآوری نشدند و برای حل این مشکل باید حکومت برنامه های در اولویت و مهمش را در بخش رشد اقتصادی شناسایی و برای عملی شدن این پروژه ها کار کند. این مدیریت افغانستان است که چگونه از این شرایط آمده شده استفاده بکند. ببینید که در هر ریکایی که وجود داره و در سالی که وجود داره هر دولت برای ما چنین چیزی را اعلام میکنه، ولی ما به اساس مدیریتی که ما داریم در حقیقت نمیتونیم که قبلا چنین پلان هایی هم نداریم، نمیتونیم از سهولت ها و از اون فرصت هایی که اونا برای ما ایجاد کرده ما استفاده کنیم و فرصت های دنیا ماننده که در افغانستان از بیان رفت و نقش بر آب شد شاید این فرصت ها از میان برده. از این لازم من فکر میکنم که استفاده از بورسی های تحصیلی، استفاده از این خطرها و استفاده از این که ما سهولت های کلان برای ترانسپورت افغانستان و تجارت افغانستان ایجاد میکنیم میشه که یک مدیریت خوب به کار بره و ما از این زمینه استفاده کنیم. این در حالی است که گفته می شود علاقمندی کشورهای منطقه برای سهیم شدن در پروژه های بزرگ منطقه‌ای بسیار زیاد است. شماره از آگاهان اقتصادی با در نظر داشت این علاقمندی از حکومت می خواهند که از این فرصت ها به گونه لازم استفاده کند. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا فداکاری های سربازان آمریکایی را در پیکار با هراس افغانی ستایش می کند. باراک اوباما می گوید که کارکردهای نیروهای آمریکایی در عراق و افغانستان فراموش نخواهند شد. امروز که برابر با 14 سال روز حملات 11 سپتامبر است، آمادگی ها برای یادبود از این روز در بسیاری از بخش های ایالات متحده آمریکا گرفته شدند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا که در حضور شماره از سربازان بازنشسته این کشور در واشنگتن سخن می گفت، کارکردهای سربازان آمریکایی را در پیکار با هراس افغانی در بخش‌های گوناگون جهان به شمول افغانستان قابل ستایش می‌داند. هدف از این دیدار باراک اوباما با این سربازان بازنشسته این است تا این سربازان کانگرس ایالات متحده آمریکا را وادار بسازند که توافقنامه هسته‌ای ایران و 6 قدرت بزرگ جهان را تصویب بکند. باراک اوباما می‌گوید که واشنگتن در گام نخست باید بکوشد تا در رسیدگی به مشکلات در
جهان از گزینه نظامی کار نگیرد. می خواهم تا همه ایمان همیشه به خاطر داشته باشیم که قدرت امریکا با توسل شدن به گزینه نظامی محدود نیست. ما ابزارهای زیادی داریم و باید بکوشیم تا بدون متوسل شدن به گزینه نظامی مشکلات را حل کنیم. هرچند جمهوری خواهان در کنگره امریکا خواهان ملغا شدن توافقنامه هسته‌ای ایران و گروه پنج به اضافه یک هستند و می خواهند تا برای جلوگیری از دستیابی ایران به جنگ افزارهای هسته‌ای از گزینه نظامی کار گرفته شود. اما باراک اوباما می کوشد تا این توافقنامه از سوی اعضای کنگره به تصویب برسد. افزون بر این، در حالی که از 14 سال روز حمله های 11 سپتامبر در واشنگتن، نیویورک و پنسیلوانیا یاد بود می شود، اما هنوز هم گسترش فعالیت های داعش، شبکه القاعده و هراس افغانان دیگر چالش در برابر اداره باراک اوباما هستند. روز 11 ماه سپتامبر 14 سال روز حمله بر برج های مرکز تجارت جهانی در نیویورک است. پس از این رویداد، هرچند ایالات متحده آمریکا و متحدانش پس از این حمله برای نابود ساختن شبکه القاعده، مسئول این حمله و هراس افغانان دیگر به افغانستان آمدند، اما پس از 14 سال هنوز هم این کشور میدان نبرد است و حتی گروه‌های نوظهور هراس افغان نیز در این کشور در حال شکل گیری هستند. باورها بر این هستند که حضور 14 ساله آمریکا و متحدانش در افغانستان به تامین امنیت در کشور نینجامید و لانه‌های القاعده و دیگر گروه‌های هراس افغان در بیرون از مرزهای افغانستان همچنان پا بر جا هستند. 11 سپتامبر از کوبیدن هواپیماها بر برج‌های دوگانه مرکز تجارت جهانی در نیویورک تا سرنگونی رژیم طالبان و آغاز تازه در تاریخ افغانستان. پس از حمله القاعده بر پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا و مرکز تجارت جهانی نیویورک، واشنگتن از طالبان خواست که با این گروه ببرند و نیز اسامه بن لادن را به واشنگتن بسپارند. رد این درخواست آغاز حمله های بم افغان های آمریکا بر مواضع طالبان و القاعده در افغانستان بود. طالبان در یک ماه سرنگون شدند. افغانستان یک بار دیگر نفس راحت کشید. فردای روزی که کابل آزاد شد، مردم رفتند تا با چهره تازه زندگی را از سر گیرند. اما این تنها آغاز ماجرا بود. واشنگتن و متحدانش برچیدن لانه های القاعده، نابودسازی این گروه، پایان خشونت ها و نیز نجات افغانستان از شر گروه های هراس افغان و بازسازی این کشور را از مهمترین هدف های حضورشان در افغانستان می دانستند. پس اکنون پس از 14 سال این هدف ها که آرزوی همیشگی افغانان بوده است برآورده شده اند. مردم افغانستان هم چشم امید داشت که با رفتن به اصطلاح حکومت طالبان، آمدن نیروهای غربی، شاید برنامه های اقتصادی مانند آلمان پروژه مارشال یا مانند کره جنوبی روی دست گرفته شود، ولی متاسفانه چون در بعدها اینطور وانمود شد که کشورهای غربی آمدنشان بر افغانستان متاسفانه مثل یک ترانزیت واری برنامه دارند. نظر امنیتی ما مشکلات ما حل نشده، گرفتاری های بسیار زیادی داریم و دلایل شما عرض کردم که دلایل داخلی و خارجی هست. امروز آتش جنگ از چهار سوی افغانستان زبانه می کشد و نه تنها لانه های القاعده و هراس افغانان از افغانستان و بیرون از مرزهای افغانستان برچیده نشدند که هیچ، بل گروه های تندرو و هراس افغان دیگر همانند داعش در افغانستان جای پا پیدا کردند و خشونت ها هر چندگاه از مردمان افغانستان قربانی میگیرد. پیامدهایی به افغانستان هنوز نتونست امنیت و آرامش به وجود بیاره. ایده دو بود به نظر من موردی بررسی باید قرار بگیره که یک ناکارآمدی و ضعف اداره افغانستان. در این میان باورها بر این هستند که ایالات متحده آمریکا و متحدانش در افغانستان نیز در آوردن امنیت صادق نبودند و نبرد واشنگتن در این کشور یک ماموریت ناکام بوده است، چنان که حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین کارنامه های آمریکا را در افغانستان سخت به انتقاد میگیرد. وقتی که اینا به عسکر افغانستان معاش میدن، به دولت افغانستان کمک میکنن و آمدن به جنگ علیه تروریسم
و جنرال کلانشان رئیس عمومی قوای امریکا ادمیرال مولن اعلان میکنه که شبکه حقانی یک دست ثابت شده استخبارات پاکستان است، آیسای است. باز اونا را پول میده سالانه میلیاردها دلار. اونا را اسلحه میده. اسلحه را از افغانستان میبرن، اسلحه که باید بر ما بانن، با ما نمیمانن، از ما میبرن با پاکستان میدن. ما چی بگیم؟ تشکر کنم؟ و یا حقیقت بگیم که دزد میگه دزدی که صاحب خانه را میگه خانه نگاه کن؟ به میان آوردن یک اداره سالم و نیرومند، تأمین حقوق بشر و خشکانیدن ریشه های زهراگین فساد اداری از هدف های دیگر امریکا و متحدان غربیش در افغانستان بود که این کارها نیز نیمه تمام ماندند. گروه داعش و طالبان در ولایت ننگرهار اسای نظامیان پاکستانی تمویل و تجهیز می شوند. ولسوال چین ولایت ننگرهار با ابراز این مطلب می گوید که اعضای گروه داعش از آن سوی مرز به این ولسوالی آمدند و اسای ملیشه های پاکستانی بسیج شدند. برخی از اعضای شورای ولایت ننگرهار با تایید این خبر گسترش و حضور داعش را در ننگرهار ضعف حکومت مرکزی و محلی می دانند و خواهان اقدام جدی حکومت برای جلوگیری از گسترش فعالیت های این گروه هستند. این در حالی است که گروه داعش از آغاز فعالیتش در ولسوالی چین ولایت ننگرهار تا اکنون کم از کم 600 غیر نظامی را کشته و 3 زندان در این ولسوالی دارد. داعش تندروترین گروه حراس افغان که خشنترین عملکردها در کارنامه دارد. اکنون در برخی از ولسوالی های ولایت ننگرهار جا گرفته است. ولسوالی اچین ننگرهار گواه حضور گروه داعش با عملکردهای خشن است. ولسوال اچین ننگرهار میگوید که اعضای این گروه در آن سوی مرز از سوی ملیشه های پاکستانی بسیج می شوند و به افغانستان فرستاده شدند. پس حالت دو تیرا که در گورتان هستی به دیسارو بانی پاکستان ملیشه ده پاکستان پا وجورتان هستی یک مالی که دی که چیارا رواندی در پیتان گونه در دور رواندی در شکی در دور رواندی. در کمتر از 4 ماه این گروه 600 غیر نظامی را در ولسوالی اچین کشتند و این گروه در اچین ننگرهار زندانهای ساختند و در حال حاضر 127 عالم دین و بزرگ قوم در 3 زندان این گروه گروگان هستند. د مشرقي ولایتو د پاره ډیره د تشویش خبره ده. تاسو شاهدان هستئ چې ولسی جرګې وکیل صاحبان سناتور صاحبان د مشرقي ولایتو بارسو خلکو څو ځلې غونډې وکړې او حکومت باندې اواز کړل چې زر ته زر د دغه مشکل حل ولټوي او که چیرته دغه دولت د خونه دا کارونه شي امکان لري د مشرقي ولایتو مشران وکیل صاحبان شریک او پریکړه وکړي. برخی از اعضای شورای ولایتی ننگرهار با نگرانی از این وضعیت گسترش این گروه را در بخش‌های از ننگرهار ضعف حکومت محلی و مرکزی می‌دانند. دا حقیقت سره تړل شوی خبری دی. په دې ټول د سلور مشه کې دغه پیښه واقعیت رامنځته شوی په دې کې بے تفاوتی د ولایتي اداره او بے توجهی د مرکزی اداره. ځکه چې په دې ټول د سلور مشه کې د داعش حالته حاکم دی. کل طالبان حاکم کی و کل داعش حاکم کی. این عضو شورای ولایتی ننگرهار هشدار میدهد که ارگو حکومت افغانستان جلوی گسترش این گروه را نگیرد پیامدهای ناگواری به دنبال خواهد داشت. د دغه لمنځولو لپاره د دغه داعش او د طالبان د لمنځولو لپاره دولت باید عاجل و جدی اقدامات ونی که وکړي او که نه کوي راتلونکی مسؤلیت باید مرکزی حکومت پورې. پیش از این تصویرهای بتلو نیوز رسیدن که نشان می‌دهند داعش در ولسوالی پچیراگام ننگرهار بسیاری از خانه‌های غیر نظامیان را با آتش کشیدند. باورها بر این هستند که این پاکستان است که گروه‌های گوناگون حراس افغان را تمویل و بسیج می‌کند و به افغانستان می‌فرستد. جابجایی می‌کند که دولت افغانستان هم در مقابل از او یک استراتژی درست مؤثر بسازد تا مانع از انکشاف داعش در افغانستان شود. و شاید در عملکردهای داعش در عراق سوریه جهان را تکان داد. اما ظاهرا دامنه این گونه وحشت‌ها به بخش‌های از افغانستان نیز پهن شده است. نمایندگان شورای ولایتی ننگرهار میگویند که در حال حاضر ولسوالی‌های نازیان، اچین، کوت، سپینغر، هسکمینه، پچیراگام و شیرزاد گواه حضور گروه داعش و طالبان هستند که تنها ساختمان ولسوالی‌ها در اداره حکومت است و بس.
ایالات متحده آمریکا 10000 پناهجوی سوری را خواهد پذیرفت. سخنگوی کاخ سفید میگوید که باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دستور داده است تا از اول ماه اکتبر سال روان میلادی این کشور پذیرش پناهجویان سوری را آغاز کند. پیش از این شمار از کشورهای دیگر جهان نیز برای پذیرش پناهجویان سوری اعلام آمادگی کردند. شمار از کشورهای جهان یکی پی دیگر برای پذیرش پناهجویان حمایتشان را اعلام می کنند. ایالات متحده آمریکا یکی از کشورهای بزرگ کمک کننده به پناهجویان آمادگیش را در کنار کشورهای بریتانیا، آلمان و استرالیا برای پذیرش پناهجویان سوری اعلام کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که واشنگتن در کنار آنکه شمار از پناهجویان سوری را میپذیرد تلاش خواهد کرد تا صلح و ثبات در سوریه تامین گردد تا شهروندان سوریه به فرار از این کشور ناگزیر نشوند. ما به این باوریم که پناه دادن به پناهجویان در ایالات متحده آمریکا می تواند نزدیک به 10000 پناهجوی سوری را که در سال آینده پذیرفته می شوند کمک کند. پیش از این واشنگتن از بحر عدم رسیدگی به بحران پناهجویی با انتقادها روبرو بود و از همین رو این کشور ناگزیر شد تا اعلام کند که نزدیک به 10000 پناهجوی سوری را میپذیرد. وضعیت خوب امنیتی در شهر مزار شریف سبب شده است تا باشندگان این شهر به گردشگاه ها بروند و تا ناوقت های شب در پارک ها بمانند. فروشگاه های این شهر نیز تا نیمه های شب باز هستند. عارف مساوی خبرنگار تولونیوز که بخشی از زندگی شبانه باشندگان این شهر را به تصویر کشیده میگوید که مردم در شب ها جمعه و شنبه تا نیمه های شب در گردشگاه ها گرد هم می آیند و نزدیکانشان وقت را به خوشی میگذرانند. غروب یک روز تابستانی در مزار شریف، همه جا چراغان و روشن است. کودکان به هیچ نگرانی و با اطمینان خاطر اینجا در یکی از پارک های تفریحی مزار شریف و بازی های کودکانه ایشان مشغول هستند. نسیم ملایمی میوزد و هوا نمناک سرد است. کودکان در کنار فواره ها لذت میبرند و میخواهند زندگیشان به پاکی این آب باشد. در پارک به خاطر این آمدم که تفریح کنم و ما خوش هستم که در مزار شریف امنیت است. ما شب جمعه تصمیم میگیریم که در پارک بیاییم و از این پارک لذت ببریم. رفتن به گردشگاه ها و تفریحگاه ها بخشی از زندگی کودکان مزاری را تشکیل میدهد. هیچ چیزی مانع جنب و جوش و سر و صدای این کودکان نشده است. خوشحالند از این که امنیت شهرشان تأمین است و می توانند با خانواده هایشان به تفریحگاه ها بیایند. احساس خوش دارم که یک امنیت درست برقرار است در مزار شریف. یعنی ما می توانیم که با فامیلای خیش در پارک بیاییم. یک فضای امن بر ما مساعد ساختن. احساس خوب دارم وقتی در کشور ما جنگ نباشه، ما سول باشه، در پارک هارابی باشه، در پارک بریم، مکتب بریم. در این تفریحگاه به هر سو که بنگری با کسان روبرو می شوی که در تلاش هستند تا از زندگیشان لذت ببرند. گوی چرخ زندگیشان بر وفق مراد می چرخد. کودکان در کنار هم آواز می خوانند و تفریح می کنند. ما کودکان سین زبان پس نداره مده بخونه. ما در پاک امن هم که پدر ما زن میبره دیگه. اگر در تمام افغانستان سراسر آرامی باشه، تمام مردم سگ همچنین فامیلا را میبینیم، ما شما مشاهده میکنیم چقدر خوشحال هستن. فقط گفتنی مهمیست که بسیار جای خوشایند است. خانواده ها برای گشتنی و تفریح به این پارک می آیند. آنان می خواهند که در کنار هم لحظات از زندگی را با خوشی و شادکامی سپری کنند. آنان تا پاس گذشته از شب در این تفریحگاه به سر می برند. ما عموما از طرف شب گشتگذار می کنیم بدون کدام ترس و حراس. هیچ مشکلی وجود نداره. ما در جاده ها اگر تا نیمه های شب اگر ما می گردیم، ما کاملا به بسیار دل پر بدون کدام حراس می گردیم. ما خوش هستیم به خدایی جلی دیدیم خیلی خداوند در افغانستان در همه جای آرامی و عافیت داشته باشه، که در پرتای امن امان و عافیت مردم ما خوش باشن، به پارکا براین، شبها با هم باشن، ببینن و زندگی خوش با سعادت مردم افغانستان داشته باشن. شب می گذرد و روز دیگر فرا می رسد و مردم به گونه عادی به کارهای روزانه شان می پردازند.
و آرزو دارم که در سراسر کشور امنیت تأمین باشد و شهروندان در سایه امنیت و آرامش زندگیشان را با خوشی سپری کنند. آموزش های اولیه از سوی افراد کهنسال در خانواده های کره جنوبی به یک منبع بزرگ درآمد برای این افراد مبدل شده است. بر بنیاد یک قانون تازه در کره جنوبی، افراد کهنسال در خانواده ها نباید بیکار بنشینند و این افراد به تعلیم و تربیت کودکان خانواده ها در بدل مزد لازم بپردازند. شمار از افراد کهنسال در خانواده کره جنوبی میگویند که در حال حاضر با گرفتن حقوق مناسب از حکومت و پدران کودکانی که با آنها آموزش میدهند زندگی مناسب دارند. در حال حاضر 80% افراد کهنسال در کره جنوبی با داشتن درآمدها و حقوق مناسب از موقف خوب در خانواده هایشان بهره مند هستند. این افراد با ساختن صنف های درسی نخستین برای کودکان و نوادگانشان از حکومت و افراد مسئول خانواده ها حقوق ماهانه به دست میارند. من نخواهم که بناسم در بخش های آموزش های نخستین کمک کنم، به خاطر که دخترم و شوهرش هر دو کار میکنند و من دو هفته پیش صنف آموزش های اولیه برای کودکان و روش های نگهبانی از آنها را آغاز کردم. من بسیار معلومات به دست آوردم و من مطمئن هستم که در آموزش دادن بناوادگانم بسیار سودمند خواهد بود. این در حالی است که گفته می شود وجود آموزگاران خانوادگی در کره جنوبی گذشته از بلند بردن سطح دانش و تربیت سالم کودکان، موقف کهنسالان را که به مثابه افراد بیکار و پرمصرف در خانواده ها زندگی می کنند بهتر ساخته است. شمار از آگاهان در کره جنوبی این شیوه را برای بهبود حقوق خانواده ها و بهتر شدن امور دولتی بسیار مهم می داند. اگر پدر کلان ها در خانواده ها بتوانند این شیوه را به گونه لازم در پیش گیرند، گذشته از تنظیم امور خانوادگی، موقف آنها در خانواده ها به مثابه آموزگاران لایق بسیار بلند می رود و این کار زمینه های خوبی برای مصارف مطمئن روزانه آنان از حقوق خودشان را فراهم خواهد ساخت. این در حالی است که گفته می شود با عملی شدن شیوه آموزش های خانوادگی در کره جنوبی بسیاری از افراد کارگر بدون نگرانی درباره کودکانشان به کارهای روزمره می رسند و گفته می شود که این کار سبب شده است که زنان و مردان کمتر به گرفتن رخصتی ها علاقمند شوند. نزدیکان و خانواده محمد سلیم، یک سرباز پلیس که 5 روز پیش در چپدره کنر کشته شد، از حکومت می خواهد که به کودکان این سرباز که از سوی طالبان کشته شد رسیدگی کند تا 6 کودک که از وی بجا ماندند از آموزش بی بهره نمانند. محمد سلیم باشنده و تپور کنر بود و در یک درگیری شدید با طالبان کشته شد. او 3 سال را در این ولسوالی در لباس نظامی برای تامین امنیت سپری کرد و اکنون خانواده اش را فقر و تنگ دستی تهدید می کند. اینجا روستای قمچی ولسوالی وتپور کنر است، جایی که خانه محمد سلیم در آن قرار دارد. محمد سلیم 3 سال در کنر و نورستان مصروف تامین امنیت مردمش بود. پدرش اکنون در نبودش فرزندانش را نوازش می دهد و در مراسم فاتحه فرزندش نشسته است. این پدر پیر با کشته شدن فرزندش در راه تأمین امنیت کشور افتخار می کند، اما از رسیدگی نشدن به نواسه هایش از سوی دولت انتقاد دارد. محمد سلیم 6 فرزند دارد که بزرگترین آن 8 سال دارد. اسمش سهیل است. این هم دختر محمد سلیم است که غم از دست دادن پدر چشمانش را پر اشک ساخته است. این کودکان از شدت اندوه و غم حتی درست سخن زده نمی توانند. کاکا و نزدیکان این سرباز پلیس که اکنون خانواده‌اش را با انبوهی از مشکلات تنها گذاشته، از حکومت خواهان رسیدگی به خانواده محمد سلیمند. در کنار آن، آنان خواهان رسیدگی به مشکلات خانواده‌های کشته شدگان نیروهای امنیتی هستند. دشمن وطن ما را آرام نمانده بچیم. آنو بچیم من دست دادم 6 تا اولادشه. شب و روز ما هم گریان میکنم، هم نماز میخوانم، اما خدای پاکه چیز میکنم که هر کس که خاک وطن همه تور بچی مرد دیگه بچه را همه تور میکنه، خدای جان جزایش بده.
عالمان دین در مراسم فاتحه محمد سلیم میگویند که همه مردم کشور باید از جنگ دست بکشند تا هیچ فرزندی از سایه پدر محروم نشود. نماد دوانو طرف څخه هیله ده چې د خپل منځ کې کینه او اتفاق او اتحاد او سوله وکړي او د بی اتفاقی د لمن نور ټوله کې. قابل یادآوری است که بر روز 13 ماه سنبله سال جاری جنگ سختی در ولسوالی وتپور کنر در گرفت و در این نبرد مخالفان زیادی بر پاسگاه های نیروهای افغان در این ولسوالی حمله کردند. ده ها فعال مدنی با اجرای تئاتر خیابانی در مرکز ولایت بامیان اعتراضشان را نسبت به کشته شدن غیر نظامیان در کشور به ویژه قتل 13 غیر نظامی در ولسوالی زاره ولایت بلخ ابراز کردند. در این اجرای خیابانی صحنه های کشتار غیر نظامیان در ولایت ها و شهرهای کشور به تصویر کشیده شد. آنان با سر دادن شعارهای چون گوش شنوا نیافتیم خواستار توقف هرچی زودتر گروگانگیری مسافران و کشت و خون در کشور شدند. شرکت کنندگان این برنامه حکومت را به بی‌پروایی متهم می سازند و از رهبران حکومت می خواهند تا برای پایان دادن به نگرانی های امنیتی جدی عمل کنند. تئاتر خیابانی فعالان جامعه مدنی بامیان برای تأمین امنیت شهروندان کشور صحنه های دردآوری را به تصویر می کشند که بسیاری از شهروندان کشور آن را در زندگی واقعیشان تجربه کردند. کشتار غیر نظامیان، شکنجه و گوشت ندادن به آواز افراد مظلوم در این نمایش خیابانی به تصویر کشیده می شوند. جوانان و فعالان جامعه مدنی که در این برنامه شرکت کردند می گویند که مردم از این وضعیت به سطوح آمدند و باید آتش وحشت را در کشور حتی با آب دیده خاموش کرد. اعتراض کنندگان با این نمایش می خواهند با کسانی همدردی کنند که در بیخبری تمام به چنگ هراس افغانانی افتادند که تاکنون از سرنوشتشان خبری در دست نیست. افزایش تلفات غیر نظامیان و نگرانی های امنیتی انگیزه اصلی برگزاری نمایش خیابانی گفته می شود. هنرمندان صحنه های انفجار و انتحار و داد و فریاد آسیب دیدگان ماین های کنار جاده را بد تصویر می کشند و تاکید می ورزند که رهبران حکومت باید در کنار تأمین امنیت به شهروندان کشور با فساد اداری مبارزه کنند و برای حاکمیت قانون بکوشند. برای عملی شدن تعهدات نشست همکاری های اقتصادی منطقه یک بورد نظارتی از کار پروژه های تعهد شده در این نشست ایجاد خواهد شد. شمار از آگاهان امور اقتصاد می گویند که با ساخته شدن این بورد مشترک نمایندگان حکومت افغانستان و کشورهای منطقه از تأخیر در کار پروژه های مهم منطقه جلوگیری خواهد شد. از سوی هم گفته می شود که در نشست همکاری های اقتصادی منطقه یا ریکا شمار از پروژه های مهم از سوی کشورهای منطقه تایید شدند و این پروژه ها باید در کمتر از 2 سال آینده عملی شوند. این گزارش را ببینید. محور هم به پایان می رسد. از توجهتان سپاس. شبتان خوش. ساخت بخش های اسرای ابریشم، ساخت راه های آهن در کشورهای منطقه و افغانستان، عملی شدن پروژه توتاب که بر بنیاد آن برق ترکمنستان اسرای افغانستان به آسیای جنوبی خواهد رسید، عملی شدن پروژه کاسا 1000، ساخت راه لاجورد و پروژه توپی از مهمترین پروژه های منطقه ای هستند که در نشست همکاری های اقتصادی منطقه ای برای افغانستان عملی شدن آنها در سالهای آینده تعهد شده است. آگاهان امور اقتصادی بدین باورند که ایجاد بورد نظارتی برای پیشرفت کار بر این پروژه ها و یا شناسایی چالش ها فرارای آنها که یکی از تعهدات دیگر این نشست بوده است، زمینه های بهتر را برای همکاری کشورهای منطقه در کار این پروژه ها فراهم خواهند ساخت. کلی فقط افغانستان حکومت یا ژمن مدیریت سره یا ژمن شخص سره دوی کچیرته کار وکي او په دې باندې باورمند اوسي چې ولس به له موږ خوشحاله شي، آینده کې موږ ته رایه راکړي، په موږ به اعتماد وکړي، نړیواله ټولنه به په موږ اعتماد وکړي، کاري او بیکاره سړی به معلوم شي. نو یقینا چې کلي همدا ده او نړیوال به مرسته کوي او زموږ خلک به هم په دوی اعتماد کوي. از سوی هم این آگاهان میگویند که عملی شدن پروژه های ششمین نشست همکاری های اقتصادی منطقه ای برای افغانستان وابسته به امنیت و مدیریت درست کشورهای منطقه از این پروژه ها است. دریکا کانفرنس که کم بورد چی جوړ شو، دا بورد خارجان و نمایندگان باید نظارت کی او هغه پروژه چې د افغانستان د پاره دی هغه به دې ته ګوري،
نو دا د افغانستان لپاره مثبت خبره ده. شماری از آگاهان اقتصادی میگویند که میزبانی افغانستان از نشست همکاری های اقتصادی منطقه‌ای و نشست سام یک دستاورد بزرگ برای حکومت و مردم افغانستان است و تنها ایجاد بورد نظارتی برای تطبیق درست پروژه های منطقه‌ای بسنده نیست، بل حکومت افغانستان باید به گونه جدی برای عملش دادن این پروژه ها با کشورهای مربوطه کار کند.